سنه سیم دکابر در مهمانخانه حیات ریجنسی بخشیده به روز جهانی معیوبان همایش برگزار گردید. باید گفت که در این همایش زیاده از 100 نفر معیوب از تمام منطقه تاجیکستان اشتراک داشتند. مقصد اساسی برگزار نمودن چنین همایش ها به واسطه دستگیری نمودن حقوق و آزادی های اهل نیازمند جامعه محسوب می‌یابد که همساله در تمام جهان روز سیم دکابر همچون روز عمومی جهانی دستگیری معیوبان تجلیل می‌گردد. در همایش مذکور رهبر اتحادیه معیوبان تاجیکستان اسدالله ذکر خدایف قید نمود که همایش مذکور با دستگیری حکومت کشور و شریکان رشد برگزار گردید. تشبسکار این جمعومت خود اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان با دستگیری فیلیال اسوسیاسیای کریستاس آلمان در تاجیکستان، اتحادیه اروپا، برنامه سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شهر دوشنبه دفتری کاری دارد. اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان این اصلا یک تشکیلاتی است که نزدیک 36 تشکیلات های جمعیتی که در منطقه هستند جمع کرده است، یعنی 36 نمایندگی ها دارد و نزدیک 50,000 شخص معیوبیت داشته را در بر میگیرد. بغرض از اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان در تاجیکستان باز اتحادیه ملی نابینایان تاجیکستان است، اتحادیه ملی نوشنوایان تاجیکستان است، اسوسیاسیای والدین کودکان معیوبیت داشته، یعنی در مجموع نزدیک 200 تشکیلات جمعیتی شخصان معیوبیت داشته حالا فعالیت میکنند که مقصد اساسیشون این حمایت حقوق و منفعت های شخصان معیوبیت داشته. من جورایوا دورنیساد دانشجوی کورس سیوم دانشگاه ملی امروز در مهمانخانه حیات رجنسی که بخشیده به روز سیوم دکابر روز بین المللی روز معیوبان است کنوانسیای حقوقی به معیوبان گذشته ساده است. دستگیری دولت نسبت به معیوبان خیلی خوب است و در آینده نیز با خوبتر می شود. برای شخصان دارای معیوبیت بسیار بناهای خلای ساخته شده‌اند که برای شخصان دارای معیوبیت این خیلی مهم است.